راه صلیب، اثر روی هسیون، فصل دهم. آیا خود را بیگناه می دانیم؟ ما به قدری عادت کرده ایم رفتار غرورآمیز و خودپسندانه آن فریسی را که مسیح در مثل آن فریسی ذکر می کند در لوقا 18 آیات 9 تا 14 محکوم کنیم و او را خطاکار بشماریم که اغلب نمی توانیم باور کنیم که ممکن است خودمان مثل او باشیم. شاید بتوان گفت که ما غالبا درست شبیه او هستیم. مثلا یک آموزگار مذهبی که این قسمت را به کودکان درس می‌داد، درست مثل همین فریسی بود. زیرا درس خود را با این جمله تمام کرد: حال بچه‌ها، ما باید خدا را شکر کنیم که مثل این فریسی نیستیم. مخصوصا برای ما این خطر وجود دارد که وقتی خدا می‌خواهد ما در پای صلیب مسیح فروتن شویم تا بتواند گناهان ما را که مانع بیداری روحانی می‌شوند به ما نشان دهد، ما برعکس مانند آن فریسی رفتار کنیم. خدا درباره قلب انسان چه می‌گوید؟ ما نمی‌توانیم اشتباه اصلی فریسی و خودمان را واقعاً بفهمیم مگر اینکه به آنچه خداوند درباره قلب انسان می‌فرماید توجه کنیم. عیسی مسیح می‌فرماید از درون دل انسان صادر می‌شود خیالات بد و زنا و فسق و دزدی و قتل و طمع و خباثت و مکر و شهوت پرستی و چشم بد و غرور و کفر و جهالت. آمین. مرقس 7 آیات 21 و 22. در رساله پولس به غلاطیان باب 5 آیات 19 تا 21 همین تصویر قلب تاریک انسانی نیز دیده می شود. اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعتها و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها. آمین. چه تصویر خطرناکی. ارمیای نبی همین موضوع را تایید می کند. در ارمیا 17:9 می خوانیم دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض کیست که بداند. آمین. یعنی حتی خود انسان را هم دل گول می زند به طوری که انسان متوجه نمی شود. این از کلام خدا در مورد حقیقت قلب انسان. انسان خطاکار یا انسانیت کهنه، خواه قلب شما بی ایمان باشد، خواه قلب یک مسیحی جدی، شاید مشکل باشد که باور کنیم این چیزها ممکن است در قلب رهبران کلیسا، واعظین و کارمندان مسیحی نیز دیده شود. ولی این موضوع حقیقت دارد. در واقع باید گفت که تنها چیزی که در مسیحیت زیباست همان خود عیسی مسیح می باشد. خدا میل دارد ما این حقیقت را با تجربه بفهمیم تا اینکه واقعا خرد و از خود نامید شویم و اجازه دهیم عیسی مسیح عدالت و قدوسیت و همه چیز ما باشد. فقط در این صورت است که زندگی فاتحانه ای خواهیم داشت. دروغ گوش مردن خدا. حالا با در نظر گرفتن آنچه خدا درباره قلب انسان فرموده است می توانیم بفهمیم که آن فریسی چه می کرد. وقتی می گفت خدای تو رو شکر می کنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم، خود را بی گناه جلوه می داد و فراموش می کرد که خدا در مورد قلب انسان خلاف این را می فرماید. این فریسی در واقع می خواست بگوید خداوندا، شاید این فکرها و کارهای زشت در دیگران وجود داشته باشد، چنان که این باجگیر همانها را اقرار می کرد، ولی من از همه اینها بری هستم. در واقع با این گفتار خدا را دروغگو می ساخت، زیرا اگر گوییم که گناه نکرده ایم، او را دروغگو می شماریم. آمین. اول یوحنا 1:10. یعنی خداوند می‌فرماید که ما گناه کردیم، در صورتی که من اطمینان دارم که آن فریسی به این گفته خود ایمان داشت و فکر می‌کرد که راست می‌گوید. واقعاً ایمان داشت که از گناهان مذکور مبرا است.
این پاک بودن خیالی خود را هم از خدا می دانست و به همین دلیل می گفت خدا یا تو را شکر می کنم. او بر ضد کلام خدا سخن می گفت، ولی هنوز متوجه نشده بود چون حرفش بر ضد کلام خدا بود. پس طبیعی است که نمی توانست برای او فایده داشته باشد. هرچندان باجگیر بر سینه خود می زد و گناهان خود را اقرار می کرد، ولی نباید گفت که گناهانش از آن فریسی بیشتر بوده، بلکه به این دلیل این کار را می کرد که فهمیده بود کلام خدا صحیح است و اگر در گناه بماند عاقبتش وحشتناک خواهد بود. ولی فریسی هنوز به این مرحله از حقیقت نرسیده بود. فریسی هنوز هم فکر می کرد که تنها انتظاری که خدا از ما دارد این است که ظاهراً پرهیزگار باشیم و از بعضی گناهان دوری کنیم. هنوز نفهمیده بود که خدا به ظاهر ما نگاه نمی کند، بلکه قلب ما را می بیند. رفتار خشم‌آلود را با قتل و حسادت و اون را با دوزی یکی می داند. سختگیری و زورگویی ما را در خانه و بزرگترین تقلب‌های ما در داد و ستد مساوی می شمارد. بسیار اتفاق افتاده که وقتی خدا عیب‌های ما را به دیگران فهمانیده و می خواهد به ما نیز بفهماند، ما دفاع کرده خود را بیگناه می شماریم. در واقع مثل این است که گفته ایم ممکن است دیگران اینطوری باشند ولی من نیستم. شاید به این حرف خود نیز ایمان داشته ایم. شاید وقتی دیده ایم که دیگران خود را فروتن ساخته و خطایای خود را اقرار کرده و خواستن رابطه خود را با خدا و دیگران اصلاح کنند، آنها را به چشم تحقیر نگاه کردیم. برعکس ممکن است از اینکه این کار را کرده و برکت یافتند واقعا خوشحال شده باشیم. نظر ما نسبت به کار دیگران هر چه می‌خواهد باشد، ولی موضوع مهم این است که ما فکر می‌کنیم خودمان در هیچ موردی احتیاج به فروتنی و خرد شدن نداریم. دوستان عزیز، اگر فکر می‌کنید گناهی نکرده‌ایم و احتیاجی به خرد شدن نداریم، این دلیل آن نیست که در ما گناهی وجود ندارد، بلکه حقیقت این است که هنوز گناهانمان را ندیده‌ایم. در این مورد از حقیقت دور هستیم، در عالم خیال زندگی می‌کنیم. هرچه خدا در مورد ما می‌فرماید صحیح است. خدا می‌بیند که این گناهان به انواع مختلف خود در ما وجود دارند. مگر اینکه ما آن را شناخت و اجازه داده باشیم خداوند آن را از ما دور کند. خودپسندی غیر عمدی، غرور، تعریف و تمجید از خود، حسادت، عصبانیت، بی‌صبری، محافظه‌کاری، ترسو و خجالتی بودن، نادرستی و فریب دادن، ناپاکی و شهوت، تمامی یا بعضی از این گناهان در ما وجود دارند، ولی ما برای دیدن آنها کوریم. شاید ما به قدری در فکر اشتباهی هستیم که شخص دیگری نسبت به ما مرتکب شده و به قدری خود را با آن مشغول کردیم که از یاد برده ایم که ما خود نسبت به مسیح مرتکب گناه می شویم. به این دلیل که حاضر نیستیم با حلم و فروتنی مانند مسیح اشتباه طرف را تحمل کنیم. ما فقط می گوییم که طرف خودخواه است و می خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند، ولی متوجه نیستیم که خودمان هم مثل او هستیم. تنها مطلبی که می دانیم این است که در زندگی ما چیزی کم است. می دانیم آنطوری که لازم است با خدا دوستی و مشارکت واقعی نداریم. روحاً شاداب و تر و تازه نیستیم. خدمات ما برای خدا بسیار ساده است. در زندگی ما کارهای معجزه‌آسایی وجود ندارد. گناهان مخفی هم در نظر خدا گناه است. ما را از او جدا می کند. ممکن است این گناهانی که ما را از خدا جدا می کند خیلی کوچک باشد، ولی اگر از او درخواست کنیم حتما ما نشان خواهد داد. اگر با آنچه خدا درباره قلب بشر می گوید توجه نکنیم، اشتباه دیگری که با آن گرفتار خواهیم شد این است که نه فقط از بیگناهی خود، بلکه از بیگناهی دوستان و محبوبان خود نیز دفاع خواهیم کرد. ما دوست نداریم که آنها به گناهانشان پی ببرند و خود را فروتن سازند، بلکه فوراً می خواهیم آنها را بیگناه جلوه دهیم. نمی‌خواهیم آنها به گناهی اعتراف کنند. نه فقط خودمان در یک عالم رویایی زندگی می‌کنیم، بلکه درباره آنها نیز همین فکر را داریم و می‌ترسیم که آنها از خواب و خیال بیدار شوند.
در واقع ما از آنها در مقابل خدا دفاع می کنیم و از طرف آنها خدا را دروغگو می شماریم و نمی گذاریم داخل زندگی پربرکتی بشوند. وقتی برای دوستی و مشارکت واقعی با خدا در خودمان گرسنگی واقعی حس کردیم، فقط در آن موقع حاضر خواهیم شد نور خدایی را درخواست کنیم تا همه چیز را ظاهر سازد. فقط در آن موقع است که حاضر خواهیم بود طبق هدایت و راهنمایی یا نور الهی رفتار کنیم. راستگو دانستن خدا. حقایق فوق نظر ما را به رفتار باجگیر جلب می کند. با در نظر داشتن آنچه که خداوند در مورد قلب انسان فرموده متوجه می شویم که اقرار و اعتراف این باجگیر به منزله این است که خداوند را راستگو می شمارد. کلام خدا را درباره خود صحیح می داند. شاید او هم مانند فریسی نمی دانست کلام خدا در مورد قلب انسان درباره خودش هم صدق می کند. ولی روح القدس به او از زندگی خودش چیزهایی نشان داد که ثابت کرد کلام خدا راست است. در نتیجه او در حضور خدا خرد و فروتن شد. او نه فقط سخن خدا را تصدیق کرد، بلکه قبول کرد که تنبیه خدا نیز عادلانه است. شاید او هم مثل نهمیا دعا می کرد: تو در تمامی این چیزهایی که بر ما وارد شده است عادل هستی، زیرا که تو به راستی عمل نموده ای، اما ما شرارت ورزیده ایم. آمین. نهمیا 9:33. همیشه توبه واقعی همین است. یعنی خرد شدن واقعی. توبه یعنی اقرار به اینکه گناهان من فقط اشتباه و لغزش یا غیر عمدی نیست، بلکه واقعا از قلب و نفس خودم سرچشمه گرفته. نشان میدهد همونطوری که خدا فرموده من موجودی مغرور و فاسد و ناپاک هستم و این کارهای زشت را خودم انجام دادم. داوود نبی هم همین طور توبه کرد. در مزمور 51 آیه 4 می‌خوانیم: به تو و به تو گناه ورزیده، در نظر تو این بدی را کردم، تا در کلام خود مصدق گردی و در داوری خیش مزکا شوی. آمین. بنابراین بدون اینکه بترسیم، هر جا لازم باشد و در هر موردی که خدا نشان دهد این طور اقرار کنیم و فکر نکنیم که این اقرار ما باعث کوچکی مسیح خواهد شد، بلکه برعکس این کار باعث شادی او خواهد گردید، زیرا در نتیجه این اعترافات صادقانه خداوند جلال می‌یابد. چون که در اثر این کار ما اعلام کردیم که خدا راستگوست. این کار ما را به سوی پیروزی جدیدی در مسیح رهبری می‌کند، زیرا دوباره متوجه می‌شویم که در من و در جسدم هیچ نیکویی ساکن نیست. آمین. به جایی میرسیم که دیگر نمیخواییم با کوشش خودمان نفس اصلاح ناپذیر خود را پاک و مقدس سازیم، بلکه عیسی را قدوسیت خود میدانیم. از حیات و زندگی او نیز ما حیات میابیم. آرامش و پاکی. باجگیر علاوه بر راستگو شمردن خدا، کار دیگری هم کرد. به سوی قربانی که در عبادتگاه وجود داشت اشاره کرد و در اثر این کار آرامش و پاکی الهی را پذیرفت. این نکته را از گفته خود او می‌فهمیم که می‌گوید: خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. آمین. معنی این جمله در زبان اصلی یونانی این است: خداوند قربانی و کفاره من گناهکار را قبول فرماید. آمین. یگانه راهی که یک نفر یهودی می توانست مطمئن باشد که خدا را بخشیده است این بود که گناه خود را به وسیله قربانی کفاره کند، و احتمال دارد که در همان لحظه‌ای که آن باجگیر دعا می کرد، بره قربانی سوختنی در معبد به حضور خدا تقدیم می شد. ما هم همینطور هستیم. انسان خود به خود به این مرحله از فروتنی و خرد شدن نمی رسد، ولی خدا بره خود را در جلجتا بر بالای صلیب به او نشان می دهد که گناه او را با ریختن خون خود دور می سازد. خداوندی که قبلا به ما فرموده ما که هستیم،
برای بخشیدن گناهان ما راهی فراهم نموده است. عیسی بره خداست که برای گناهان ما از ابتدا ذبح شده بود. او با فروتنی گناهان ما را بر خود هم کرد. آمرزش گناهان در نظر خدا انجام یافت. و حالا اگر من با فروتنی و خرد شدن واقعی آنها را اقرار کنم، به خون و ایمان داشته باشم، گناهان من پاک می شود، از من دور می گردد و من با او در پاکی قدم خواهم زد. وقتی به طور ساده خداوند رو راستگو بشماریم و متوجه باشیم که خون مسیح قدرت دارد ما را پاک سازد، آنگاه به طور بی سابقه خواهیم توانست با عیسی راه رویم، پیوسته با او در قدوسیت و پاکی الهی زیست کنیم. وقتی با او در نور قدم میزنیم، او چیزهایی را ما نشان خواهد داد که اگر به آنها توجهی نکنیم باعث ناراحتی او میشود و نمیگذارد حیات و قدرت مسیح در زندگی ما جاری شود. این چیزها تظاهرات نفس کهنه و مغرور ما هستند که خداوند مجبور از آنها را محکوم سازد. هرچه که ما نشان بدهد، ما هیچ وقت نباید از پاکی و بیگناهی خود دفاع کنیم. همیشه باید حاضر باشیم که او را راستگو بشماریم و بگوییم خداوندا، تو راست می‌فرمایی. من همان هستم که تو فرمودی. و باید حاضر باشیم آنها را کاملا به او بسپاریم تا پاک کند. اگر اینطور رفتار کنیم، متوجه خواهیم شد که خون گرانبهای او ما را دائما از گناه پاک می‌سازد، به طوری که حیات ما از سرچشمه پاک می‌گردد و عیسی خواهد توانست ما را دائما پرسازد. برای رسیدن به این مرحله ما باید فروتن و خرد شده باشیم، یعنی اشخاصی باشیم که حاضرن خود را از کوچکترین گناه پاک کنن. این گونه کسان که خداوند درباره آنها می‌فرماید: من در مکانی عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد. آمین. اشعیا 57:15. و اینها هستند که همیشه در بیداری روحانی زندگی می کنند. بنابراین انتخاب با خودمان است، یا از بیگناهی خود دفاع می کنیم و بدون آنکه پاک شویم با روح خشک و خالی و بدون اینکه از خدا برکتی یابیم به خانه من برمی گردیم، یا اینکه خدا را راستگو بشماریم به وسیله خون عیسی مسیح در آرامش و دوستی و مشارکت و پیروزی الهی شرکت کنیم. آمین. شنونده گرامی، سپاس از توجه شما. این خدمت برای کلیسای فرزندان نور برلین انجام میشه، اما حق کپی و استفاده از اون با کمال میل و افتخار برای عموم آزاد هست. برای دسترسی به کتابخانه ما با آدرس @ کتابخانه فرزندان نور @KETBKHANEYE FARZANDANENOR مراجعه فرمایید. سپاسگزارم.